سلام ده سال پیش وقتی از آوارگی و مهاجرت به کشورم بازگشتم نخستین دیدار من از کابل از جای ترسناک شروع شد از زیر پل سوخته این پل به عنوان محل ملاقات این پل به عنوان محل ملاقات توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر شناخته می شود. زیر پل آکنده از زباله بود. آب حمام و دستشویه های شهر به آنجا سرازیر می که معتادان با این آب کثیف سر و صورتشان را می شستن. در میان انبوهی از آشغال مانند جسوجوگر یک الماس به دنبال لقمنانی می گشتن. برای گرم آمدن هر چیزی را که نمیشد، به عنوان غذا خورد آتش می زدن. در اینجا چشم من به روی جهنمی باز شده بود. در میان یک شهر بزرگ و جایی که هزاران کمک کننده خارجی و داخلی وجود داشت. و البته این همان جایی بود که برادرم حکیم را پیدا کرده. من از افغانستان می آیم. کشوری که در درجه اول به خاطر نفوذ تروریسم بنیادگرایی اسلامی و جنگ و منازعه طولانیش شناخته می شود اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته این واقعیت است که افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است گروه های تروریستی که از طریق مواد مخدر تامین می شوند هر سال هزاران کودک، زن و مرد را به قتل می و از پول مواد مخدر برای ادامه جنگ استفاده می کند. از طریق برخورد با پیامدهای جنگ مانند اعتیاد، تبعیض و خشونت من یک مسیر ممکن را برای صلح و بهبودی وضعیت قربانیان پیدا کرده. وقتی برادرم را زیر پل سوخته یافتم، در وضعیت دشواری قرار گرفتم. من مصمم بودم به او کمک کنم که اعتیادش را کنار بگذارد و زندگی بهتری را آغاز کند. اما مسئله عمیقتر و مهمتری وجود داشت. آیا می توانستم این جهنم را که دیده بودم فراموش کنم؟ کمک به برادرم برای اینکه اعتیادش را کنار بگذارد مرا با بحران سوی مصرف مواد مخدر در افغانستان آشنا کرد. بیش از دوازده درصد مردم افغانستان آلوده به مواد مخدر هستند. با این وجود، مسئله قربانیان مواد مخدر در دولت و در نهادهای بین‌المللی در افغانستان اهمیتی نداشت. مردم نیز از معتادان به عنوان کسانی که انحراف اخلاقی بزرگ دارند و به زهکارن نفرت داشتند. برادرم و سایر معتادان فراموش شده بودند. مشکلاتی که در کشورم با آن مواجه است چند لایه است و باید در سطوح مختلف با آن مقابله شود. به خاطر پیچیدگی مشکلات قربانیان جنگ اغلب به فراموشی سپرده می شوند. بنابراین من کمپ مادر را که یک مرکز توانبخشی و ترک اعتیاد است تاسیس کردم. محلی که زندگی مرا تغییر داد. در کمپ مادر ما خودمان را درگیر مبارزه با قاچاقچی ها و تولید کنندگان نکردیم. این مسئولیت دولت و نهادهای جهانی است. ما با کسانی که در این فاجعه فراموش شدهاند کار می کنیم. با متادان، زندگی اکثر بیماران در کمپ مادر به صورت مستقیم از جنگ متاثر بوده. سربازان، آوارگان جنگ و جوانانی که به دلیل زندگی در یک کشور جنگ زده و محروم برای تفریح به مواد مخدر روی می آورند. ما به بیش از پنج هزار معتاد کمک کرده ایم که بر اعتیادشان غلبه کنند و از آن جمله یک هزار و و شانزه نفر پاک مانده و زندگی سالمی را در پیش رو گرفتند. ما می خواهیم با بالا بردن سطح آگاهی قربانیان و ارائه مراقبت های روانی مستمر و توانبخشی متادان را از مواد مخدر نجات دهیم. آنها را متقاعد کنیم که, بی م... که به سایر بیماران نیز کمک کنند. تعدادی از بیماران بهبودیافته کمپ مادر اکنون در همین کمپ کار می کنند یا خودشان کمپ های مستقلی ساختند. کار در کمپ مادر به من نشان داده است که چگونه برخورد مسئولانه و دلسوزانه با پیامدهای جنگ و توانمند کردن قربانیان آن بر زخمهای جامعه افغانستان می مرهم گذاشت. من برخی از بیماران بهبودیافته کمپ مادر را در رستوران تاج بگوم استخدام می کنم. رستورانی که از درآمد آن برای تمویل کمپ مادر استفاده می شود. آنها برای کار در رستوران توان مالی و اعتماد به نفس پیدا می‌کنند. این می‌تواند سیمای معتاد را در جامعه تغییر دهد. من در تمام زندگیم به خاطر جنسیتم علیه تبعیض مبارزه کردم. از طریق تاج بگوم که نخستین رستوران در افغانستان است که توسط یک زن ساخته شده. گروهی از مردم را جذب کرده ایم تا خواستار تغییر و بهبود در جامعه اند. همچنان تاج بگوم به من استقلال مالی بخشید به من آزادی و اعتماد به نفس بخشید تا در جامعه قوی ظاهر شوم و برای هدف و حقوقم مبارزه کنم من, خود... من خودم دیدم که تبعیض جنسیتی چقدر گسترده و فراگیر است هر سال دست کم پنج هزار قضیه خشونت علیه زنان توسط کمیسیون حقوق بشر ثبت می شود علاوه بر این من دیدم که چگونه زنستیزی با سایر مشکلات از جمله اعتیاد به مواد مخدر ارتباط دارد به عنوان مثال در سال 2012 من با خانواده آشنا شدم که تمام اعضای آن به شمول کودکان معتاد بودند زنان این خانواده توسط فروشندگان مواد مخدر مورد سوء استفاده و خشونت جنسی قرار می که از که یک زن معتاد می‌شود، وضعیتش به مراتب وحشتناکتر از یک معتاد مرد است. یک سوم معتادان در افغانستان زنان هستند، اما منابع و حمایت لازم را برای مقابله با خشونتی که با آن روبرو هستند، ندارند. در نتیجه، بسیاری از زنان نمی‌توانند راه خروج از این خشونت را حتی تصور کنند. به دلیل اعتیاد به مواد مخدر، آنها عادت می‌کنند. که به این شیوه زندگی کنند. مشکلات افغانستان مانند بنیادگرایی، جنگ و اعتیاد به مواد مخدر به هم مرتبط هستند. بنابراین راه ها باید طوری باشد که به, دستور جا... که به صورت جامعه به این مشکل بپردازند. من برای کمک به این زنان تصمیم گرفتم دومین مرکز توانبخشی کمپ مادر را ایجاد کنم. در طی یک جنگ آسان است که باور کنیم یک شهروند معمولی نمیتواند تغییر بیاورد و همه آنچه که ما میتوانیم انجام دهیم تمرکز بر زنده ماندن و بقاست اما محبت مهربانی و توانمندسازی میتواند عامل مهمی در مقابله با پیامدهای جنگ باشد فراهم کردن زمینه کار برای یک فرد فراهم کردن زمینه دسترسی به مراقبت های پزشکی و سختگیری تو ام با دلسوزی و محبت می منجر به تغییر بزرگی شود. وقتی که ما اجازه ندهیم قربانیان جنگ فراموش شوند، وقتی که قادر به حمایت از دیگر باش، آن وقت است که می تغییر بزرگی در جهانی چاد کنیم. Thank you. و در آخر درخواستی از همه شما فعالان حقوق بشر دارم هجده سال پیش طالبان در افغانستان زنان را حذف کردند و این روزها گفتگوی صلح با طالبان جریان دارد و ما زنان افغانستان با توجه به گفتگوی صلحی که جریان دارد بنا هست که برگردیم به 18 سال پیش زمانی که طالبان در افغانستان بود از شما می خواهم که زنان افغانستان را حمایت کنید گلو و زبان ما باشید از طریق سوشل میدیا، از طریق رسانه ها، مخصوصا زنان جهان، زنان افغانستان را فراموش نکنید. با بازگشت طالبان، مطمئنا کشتار بزرگی دوباره اتفاق خواهد افتاد و جنایت بزرگی صورت خواهد گرفت. برای پیشگیری از این جنایت و این کشتار، و این حذف زنان افغانستان را حمایت کنید تشکر